اما نیکا اگر خود شما شروع کنیم، به تمساح شروع کردم، اشاره کردم، به مصباح، به مصباح یزدی اشاره کردیم، به جبهه پایداری که زیر اسم او قوام پیدا کرده هم سری بزنیم. شنیدستم که در انتخابات پیش رو پایداری ها حساب خودشون رو از دیگر پیروان خط به قول گفته خودشون امام جدا کردند و دنبال کاندیدای مستقلی میگردند، نه؟ البته این بحث در تخصص آقای جلالی هست، من جسارت میکنم اینجا شروع میکنم در مورد بحث‌های علمایی و شبه العلمایی، اما به قول معروف این جناح هفت خط امام یا خط امام هر چی اسم رو بخوایم بگذاریم و رهبری الان وضعیت بسیار جالبی پیدا کرده، کما اینکه از یک طرف میبینیم که آقای احمدی نژاد با اینکه گفته میشه نهی شده از ورود به انتخابات از سوی آیت الله خامنه ای، ولی داره از آقای بقایی حمایت میکنه. ویدیوهای خندداری رو هم دیدیم که آقای احمدی نژاد و همراه آقای مشایی و آقای بقایی هستند، و یا آقای بقایی آقای مشایی میان و بهشون روح القدس ظاهرا ظاهر میشه، سکوت میکنن، فیلم های جالبی داریم این روزها میبینیم. تعطیلات نوروزی نمیشه خیلی روش حساب کرد، ولی بایستی گفت که تا فکر میکنم اواسط یا اواخر فروردین ماه تکلیف مشخص بشه که رقابت میان کدام یکی از کاندیداها و جریان عملا خواهد بود در جناح راست. بسیارم سپاسگزارم نیکاهنگ عزیز و آقای جلالی عزیزم. نکته دیگری که این میانه مسئله ساز خواهد بود، همونجور که نیکاهنگ هم بهش اشاره کرد، حضور تبلیغاتی پررنگ تیم احمدی نژاده. آقای احمدی نژاد در همین میانه صحبت از حفظ امنیت، حفظ صلاحیت آقای بقایی کرده، گفته اجازه نخواهم داد که این بار کاندیدای اسلحه رو رد صلاحیت کنند. مشخصا ایشون به استناد چه چیزی یا چه نکته پنهانی داره با این ادبیات صحبت میکنه و در حقیقت حکومت رو، یعنی در واقع آقای خامنه ای رو تهدید میکنه که نمیگذارم چیزی رو به هر حال رد صلاحیت کنی، آیا چیزی در چنته دارد؟ ما در گذشته هم چند بار با این تهدیدهای آقای احمدی نژاد روبرو شدیم و در فکر کردیم که احتمالاً شاید یه اتفاقی بیفته اون زمانی که ایشون رئیس جمهور بود، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید، یکی از چیزهایی که ما میتونیم به عنوان یک در واقع کورنرستون، یک تکیه‌گاه یا یک محل شناختی که بتونیم از وضعیت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر داشته باشیم، اون زمانی هستش که آقای احمدی نژاد در اواخر ریاست جمهوریش اومد برگ برنده ای رو بکنه و اون هم مسئله فسادی بود که برادر آقای لاریجانی داشتش و با آقای مرتضوی فیلمی تهیه شده بود ازش، ولی دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. دلیل اینکه اتفاق نیفتاد در واقع فساد کل حکومت هستش و این مردم، یعنی تو اصلا تعجب نمی کنن از اینکه همچین فیلم های بیرون بیاد و زد و بند های اقتصادی و سیاسی بین افراد باشه و حساب کتاب های اینجوری باشه. به نوعی یکی از چیزهای جالب شد در مورد حکومت جمهوری اسلامی این هستش که همه مردم هم می دونن این حکومت فاسده، همه مردم هم می دونن این حکومت بیکفایت هستش، ولی چون به هر حال زور داره پیش میره. هر چند که این نکته رو باید بگم، اینکه همه مردم میدونن اینطور نیستش که از ابتدای انقلاب میدونستن تا الان میدونن، چون اگر از جهت علمی نگاه کنید، یعنی بر مبنای شاخصهای علوم سیاسی نگاه بکنید، حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مشروعیتش بین پایه اجتماعی خودش به مراتب کم شده، به مراتب کم شده، یعنی الان رو شاید بشه گفت به نوعی دچار بحران مشروعیت هستش بین حالا کسانی که به هر حال بهش اعتقاد داشتن و هستن، یه تعدادی هستن، حالا شاید چند میلیونی بیشتر نباشن، ولی اعتقادات مذهبی آخرالزمانی دارن، یه تقدسی برای حکومت، برای آخوندها قائل هستن. بین اونها هم این مشروعیت کاملا لرزیده و از بین رفته. آقای احمدی نژاد در واقع نماینده جمهوری اسلامی است، فرزند خلف جمهوری اسلامی است، بچه انقلابه، اما آخوند نیست و این تضاد رو اون میخواد به عنوان یک شکافی که بتونه برای خودش به عنوان برگ برنده حساب بکنه بیاره وسط، یعنی بگه که آخوندا اومدن حکومت کردن، هدف اول انقلاب این نبوده، خمینی همچین چیزی نمیخواسته، ما بچه بسیجی ها بودیم،
رفتیم جنگ کشته دادیم، این بخش رو میخواد در واقع نمایندگی کنه، حالا هرچند خودش هم نباشه ولی این بخش به هر حال بخش مهمی هستش. واقعا خیلی از کسانی که رزمنده هایی که در گذشته رفتن در جنگ ایران و عراق شرکت کردن الان به شدت ناامید هستن، وضع نامناسبی دارن و احساس میکنن که آخونده آمدن از این موضوع استفاده کردن و خوردن رفتن و هیچ کمکی هم به اونها نکردن، از بنیاد مستضعفان و جانبازان گرفت یا غیره. این نیرو رو آقای احمدی نژاد روش میخواد حساب بکنه، ولی از طرف دیگه هم ما باید تماشا بکنیم به خاطر اینکه دیسکورس انتخابات رو داره شعله ور میکنه و با شعله ور کردن دیسکورس انتخابات ممکنه اتفاقات و پیامدهای دیگه هم پیش بیاد به صورت دومینو که او نتونه کنترلش بکنه و هیچ بازیگر دیگه ای نتونه کنترل کنه. از این جهت به هر حال من پاپ کورنمو خریدم و تماشا دارم میکنم، ما صحنه های بسیار هیجان انگیزی رو در انتخابات پیش رو خواهیم داشت. ممنونم آقای تهرانی عزیزم. نیکو انگ، آقای تهرانی هم اشاره کرد به این اقداماتی که باورمندانه به چارچوب های امام زمانی یا اون تفکر فقهی برآمده از حوزه شیعی است که شیعی است که میخواهد این رو در دنیا هم در حقیقت گسترش بده. سپاه جولان هم در همین راستا اعلام موجودیت کرده، برآیند سپاه پاسداران حزب الله لبنان مثل سپاه بدر در عراق حالا در مرزهای شمالی اسرائیل، یکی از بحرانی ترین حساس ترین و تنگ ترین نقاطی که ممکن هست گلوگاه بسیاری از رویدادهای آینده باشه. نظر شما رو بشنویم. ببینید، همین یکی دو روزه بود که فرمانده کل ستاد فرماندهی مرکزی یا سنتکام آمریکا اومد و درباره تأثیر جمهوری اسلامی در از بین بردن ثبات در منطقه خاورمیانه صحبت کرد و حالا درسته به انهای مختلف ترجمه های فارسیش رو دیدیم در رسانه‌های مختلف منتشر کردن که حالا یکی میگفت که بالاخره داره تهدیدآمیز صحبت میکنه، یکی گفت داره هشدار میده. چیزی که وجود داره جمهوری اسلامی در دادن بهانه برای اینکه غربی ها به ویژه آمریکایی ها دستگاه مختلف نظامی ایران رو عامل بی‌ثباتی منطقه اعلام بکنن هیچی کم نگذاشته و همونطوری که میدونید هر اتفاقی که در منطقه لبنان و سوریه بیفته طبیعتاً زیر سایه سپاه قدس و دوستان سردار سلیمانی هست و بالاخره ارتباط خیلی قویی هم با بیت رهبری از سالها قبل وجود داشته میانه جماعت حزب الله و گروه‌های مختلفی که در اونجا وجود دارن، شیعیانی که در لبنان هستن. از طرف دیگه میدونیم که در یمن هم ما شاهد این هستیم که حساسیت ها داره بالاتر میره نسبت به حوثی ها و مسئله نفوذی که سپاه پاسداران داره در اونجا به قول معروف نفوذ بیشتری پیدا میکنه و داره این حساسیت ها رو بالاتر میبره. به نظر میاد که یواش یواش غربی ها، برخیشون البته، کسانی که در دوران آقای اوباما خیلی توجهی نمی کردند به این نوع تحرکات، الان دارن با حساسیت بیشتری دنبال میکنن. گرچه دولت های اروپایی خیلی وارد این مباحث نمیشن، اما امروز در آمریکا به خصوص در واشنگتن و اتاق های فکر مختلف و گروه های مختلفی که با دولت آقای ترامپ در ارتباط هستن میبینیم بحث داره بیشتر داغ میشه درباره اینکه حالا دولت جمهوری اسلامی، هر رئیس جمهوری میخواد سر کار باشه، اما برنامه کلی جمهوری اسلامی در جهت بی‌ثبات کردن خاورمیانه در جهت سیاست‌های خودش هست. و این چند روز هم که اجلاس ایپک بود در آمریکا، حساسیت‌ها راجع به جمهوری اسلامی هم مجدداً بالاتر رفت. خانم نیکی هیلی هم که نماینده دولت آمریکاست در سازمان ملل، باز به اون مسئله سکوت دولت اوباما به نحوی اشاره کرد در دوره که جنبش سبز شکل گرفته بود و ندا آقا سلطان کشته شده بود و داره یک بحثایی به نظرم که الان داره زنده میشه نشون میده که حساسیت جدیدی الان داره در واشنگتن ایجاد میشه که حالا معلوم نیست که با توجه به اینکه هنوز تیم ایران وزارت خارجه شکل کاملی به خودش نگرفته، آیا باید انتظار داشته باشیم در طی دوره انتخابات جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، شاهد واکنش‌های خاصی باشیم از طرف دستگاه حاکمه آمریکا یا نه؟
بسیار ممنونم. قطعا در مورد این مسئله بیشتر صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه وارد سیاست داخلی آمریکا و رویکردش درباره ایران بشیم، آقای جلالی، میدونید که کنفرانس سران کشورهای عربی در اردن یکی از تندترین مواضع ممکن رو بر علیه جمهوری اسلامی و در واقع بر علیه کشور عزیزمون ایران اتخاذ کرده. واقعیت ماجرا اینجاست که همین امروز هم در پایان نشست سران دو کشور اردن و عربستان بیانیه بسیار شدید و لحنی در این زمینه صادر شد. امیر رئیس جمهور یمن هم در این زمینه صحبت‌های بسیار بسیار تندی کرده. رویکرد کشورهای عربی و اون چه که از ناتوی عربی هم در موردش قبلا صحبت شده بود، آیا فکر میکنید زمینه یک تحول تاریخی بارند صلح با اسرائیل و تخاصم با ایران رو در منطقه در حال رقم زدنه؟ ببینید، من در مورد اینکه کشورهای عربی مثلا بتونن در یک شکلی که تاثیرگذار باشن، یعنی به عنوان یک بازیگر مهم حالا در شکل یک چارچوب ناتوی عربی یا چیزهای از این قبیل، یعنی در واقع اینترنشنال اینستیتوشن هایی باشن، نهادهای بین المللی باشن که بخوان افکتیو باشن، تاثیرگذار باشن، در این مورد خب بحثای خیلی تئوریک زیادی هستش و چنین امکانی از اون طرف شاید یه مقداری با تردید بعد نگاه بکنیم. اما مسئله افکار عمومی اولا مهم هستش در منطقه نسبت به ما ایرانی ها و طبیعتا به نسبت به جمهوری اسلامی، که اون افکار روی ما هم منعکس میشه به عنوان مردم ایران متاسفانه. و صرفا هم این مسئله در مورد کشورهای عربی نیست. شما در نظر بگیرید که کشور در واقع سازمان همکاری اسلامی که قبلا کنفرانس سران اسلامی محسوب میشد، در ترکیه که سال گذشته برگزار شد 52 کشور با ترغیب عربستان بر ضد جمهوری اسلامی بر ضد ایران اعلامیه دادن. یعنی مسئله منفور بودن یا ایزوله بودن نظام جمهوری اسلامی صرفاً در بین کشورهای عرب نیستش، در بین کل کشورهای اسلامی است که خیلی باعث بی‌آبرو بودن بیشتری هسته، چون اصلا یکی از مبتکران این نشست سالانه جمهوری اسلامی بوده و در این حال خودش رو داره پرچمدار اسلام میدونه. با اینکه کشورهای عربی با جمهوری اسلامی یه ریزه تضاد داشته باشه، اتفاقا جمهوری اسلامی سعی میکنه از این موضوع استفاده بکنه، چون جنبه های نژادپرستی و شیعه و آریایی و این چیزها رو میاد ازش استفاده های پوپولیستی میکنه و در وسط میاندازه. اما ما به طور کلی قدرت نرممون رو هم از دست دادیم. یعنی اینکه الان من در آمریکا جرئت نمیکنم مثلا اگر یک سوری رو ببینم در دانشگاه در جایی مثلا بتونم بهش بگم ایرانی هستم، به این خاطر که چنین نفرت عجیبی رو نسبت به ما دارن. و کشور جمهوری اسلامی و مردم ما به طور کامل ایزوله شدیم. در این حال عربستان داره اتفاقا خیلی خیلی از این موضوع بهره برداری میکنه و عربستان در حالت رایز هستش، یعنی داره اوج میگیره. واقعیت ها رو اگر ببینیم، به این خاطر که ببینید، عربستان تا قبل از ملک سلمان از دید مردم عرب، یعنی اون چیزی که ما به عنوان عرب استریت میشناسیم، مردم در خیابان‌های عرب در شهرهای عربی، عربستان یه حکومتی بودش که خیلی اشرافی بود، خیلی خب مردم عرب خیلیشون فقیر هستن و با آمریکا نزدیک بود. اما الان اون نگاه نزدیکی با آمریکا وجود نداره، کمتر شده، به خصوص در زمانی که ملک سلمان بر سر کار آمد. و الان افکار عمومی عرب احساس همبستگی بیشتری با حکومت عربستان میکنن و احساس میکنن که عامل طرفشون، چون در نظر بگیریم که در بین افکار عمومی عرب هم خیلی نفرت به آمریکا زیاده، تئوری توطئه خیلی زیاده. زمان اوباما به خصوص میگفتن که دست آمریکا و ایران و اسرائیل مثلا توی کاسه است، یه تفکرات عجیب غریب این گونه داشتن. ولی الان در واقع قصر عربستان پایگاهی بین افکار عمومی عرب پیدا کرده، خیلی بیشتر از گذشته. در این حال هم حکومت‌های منطقه هم از عربستان حرف شنوی دارند و به همین جهت ما کاملا در یک فضای ایزوله هستیم و این هرگز عوض نخواهد شد مگر اینکه جمهوری اسلامی عوض بشه. بی نهایت سپاسگزارم. نیکوهنگ، نمیخوام از این فضا بیام بیرون، میدونم البته بحث بسیار مهم دیگری در این وسط هست، اما
وقتی این موضوعات رو کنار هم قرار میدیم، نقش آقای ابراهیم رئیسی هم جلوه باید پیدا کنه، چون به هر حال بخش از اصولگراها روی ایشون شرط بندی کردند. حالا من دیدم که این سایت اسلامیک ورد هم امروز یک مقاله ای رو منتشر کرده بود به نام ظهور سید خراسانی و اون ماجراهایی که به ابراهیم رئیسی نسبت میده و سعی میکنه به اون نزدیک کنه. نگاه شما با آقای رئیسی چطوری است؟ در این استدلالی هم که تقابل ایران و اعراب رو به این سمت آقای جلالی بردن، فکر میکنید اون بازیگر جدی قلمداد میشه در سیاست سالهای آتی ایران؟ ببینید، چند چیز راجع به آقای رئیسی ما نمیتونیم نادیده بگیریم. یکی این که در بعد بین‌المللی آقای رئیسی بایستی دید آیا باز فرضاً اگر رئیس جمهوری بشه میتونه از ایران خارج بشه و میتونه به سفرهای مختلف بره به لحاظ اینکه یک ناقض حقوق بشر در حد بالاش بوده یا نه. اگر خاطرتون باشه در دوران آقای هاشمی رفسنجانی چند بار آقای هاشمی رفسنجانی سفر طولانی مدت یا مثلا دور و درازی رفت، حد اکثر سفرهایی که رفت به کشورهای منطقه بود، به لحاظی نمیتونست این کارو بکنه. آقای ولایتی هم برفرض اگر رئیس جمهوری بشه امکان رفتن به مسافرتهایی رو نخواهد داشت. ببینید اون ماجرای دهه 90 میلادی در ارتباط با خرابکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در اروپا و اتهامی که هنوز بر جمهوری اسلامی مانده در مورد واقعه آمیا سر جاش است، و آقای رئیسی اگر فرضاً بخواد موقعیتی پیدا بکنه، من شک دارم که اولا به عنوان رئیس جمهوری، رئیس دولت بتونه سفر مثلا به سازمان ملل بره و بدون مشکل باشه. این اتفاقای این تمام این چیزها رو باید در نظر بگیریم. آقای رئیسی به نظر میاد که در حال حاضر برخی روش دارن حساب کتاب میکنن که باهاش مثلا رأی آقای روحانی رو کم کنن. من حدس میزنم با توجه به جمعی شرایط، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای همیشه از رئیس جمهوری ضعیف دور دوم حمایت میکنه و دلش میخواد که رئیس دولت در دور دوم یک رئیس جمهور به قول معروف لنگ باشه، لیمداک باشه به اصطلاح قول غربی ها، من هنوز حدس میزنم که آقای خامنه‌ای مشکل چندانی با آقای روحانی تضعیف شده نداشته باشه. حالا ممکن هست که بخواد از طریق گرم کردن فضا بخواد مثلا رأی یک نفر دیگر رو بالا بیاره، کمان که اگر خاطرتون باشه در سال 1372 خب کاندیدایی که مقابل آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفت، یعنی آقای توکلی، در خیلی از استانها رأی بالای آورد و رأی آقای هاشمی رفسنجانی رو هم عملا شکون و آقای هاشمی رفسنجانی در دوره دومش بسیار ضعیف شد. آقای خاتمی گرچه رأی بالای آورد در دوره دومش، اما در عمل ضعیف بود و لوایح دوگانش عملا به نتیجه نرسید. آقای احمدی نژاد بعد از خرداد 88 ممکن بود به ظاهر قوی باشه، اما وقتی هم که قهر کرد قدرتش رو یواش یواش از دست داد و افرادی که نزدیک به رهبری بودن، آقای احمدی نژاد و نزدیکانان رو تحت فشار گذاشتن. خیلی از افراد نزدیک به آقای احمدی نژاد صاحب پرونده هایی شدن، دستگیر شدن دیشون، و دیدیم که مثلا بعد از دوران ریاست جمهوریش آقای رحیمی هم رفت به زندان. من شک دارم که آقای رئیسی بخواد نقش کلیدی بازی بکنه. حالا ممکنه اسمش مطرح بشه، اما باید در نظر بگیریم خیلی از بازی هایی که در جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم بازی های انحرافی هستند. بسیار سپاسگزارم نیکانگ عزیز. آقای جلالی، آقای کوثر هم اشاره کردن به صحبت‌های خانم نیکی هیلی، گفته بودن که ما باید صدای افرادی مانند ندا آقا سلطان باشیم. برخی همین صحبت‌ها رو در همین ساعت گذشته تعبیر کردن به نوعی فراخوان حضور خیابانی از مردم و تکرار حوادث سال 1388، حالا 8 سال بعد و در ابتدای خرداد 96. آیا شما فکر می‌کنید چنین رویدادی قابل اجراست؟ چنین چیزی قابل پیش بینی است؟ امکان وقوع حوادثی از اون دست بار دیگر در سطح خیابان‌های پایتخت ایران یا دیگر شهرهای بزرگ کشورمون امکان پذیره؟ من قبل از هر چیزی اگر جای جمهوری اسلامی باشم و اجازه بدید که از همین تلویزیون یک مشورت به جمهوری اسلامی بدم، اگر کسانی همچین برنامه‌ای رو می‌بینن، و اون که خیلی خیلی باید مواظب باشن که
در خیابان احیانا اگر مردم آمدن سرکوب نکنن، به خاطر اینکه این وضعیت وضعیت سال 88 نخواهد بود. در زمان در سال 88 به طور مشخص، هم اون زمان ما البته در اوایلش من شخصا شگفت زده بودم، من اتفاقا در منطقه خاورمیانه بودم، در کشورهای عربی مسافرت میکردم، ولی شگفت زده بودم که چطور آقای اوباما هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشون نمیده. بعد یواش یواش همونطور اطلاعات ما بیشتر شد تا همین اواخر که بالاخره فهمیدیم خب اینا آقای اوباما داشت پشت پرده با آقای خامنه ای صحبت میکرد و میخواستش که معامله خودش رو در واقع پیش ببره. به همین جهت خیلی محکم حالا خاطرات مثلا خانم هیلاری کلینتون هم وجود داره، نشون میده که اصلا تصمیم گرفتن که در مورد جنبش سبز نه تنها حمایتی از مردم نکنن، به نوعی حتی پشت حکومت رو بگیرن و صدای مسئله طرح نشه. خانم نیکی هیلی هم به این مسئله داره اشاره میکنه، ضمن اینکه حرف قشنگی هم داره میزنه، یعنی یه بخشی از ادمنستریشن آقای ترامپ، این رو هم به دوستان دوست دارم که این رو اشاره بکنم، وقتی صحبت از آقای ترامپ میشه یا ادمنستریشن دولت آقای ترامپ میشه، فقط به آقای ترامپ نگاه نکنید، فقط به توییت ها نگاه نکنید، فقط به سی ان ان نگاه نکنید. ما در دولت آقای ترامپ، تفاوتش با دولت آقای اوباما یک نکته خیلی خیلی حساس و کلیدیه. آقای اوباما کسانی رو در دولت خودش میذاشتهش که آدم های ضعیف و نفسی باشن، چه اشخاصی باشن که حرف او رو گوش بکنن، و مشخصا در خاطرات مشخص افرادی که باش کار کردن همه هم اینو گفتن که حرف آخر حرف خودش بوده. مثلا آقای جان کلی، آقای جان کری شخص ضعیف و نفسی بود، اون دوستش که یه آرزوی از دوران جنگ ویتنامش داشته، چون میخواستش که یه چیزی در کتاب خاطرات خودش بنویسه، واسه همین معامله با ایران رو جوش داد. اما در دولت آقای ترامپ دقیقا برعکسه، یعنی کسانی در دولت آقای ترامپ هستن که حالا خود آقای ترامپ مثلا آدم قوی که نیستش، سابقه سیاسی هم نداره که ما بخوایم ارزیابی خاصی روش داشته باشیم، ولی کسانی که در دولت او هستن، از جمله آقای متیز، از جمله آقای مکمستر، از جمله همین خانم نیکی هیلی، از جمله آقای پومپئو رئیس CIA، اینها قدر هستن، توانمند هستن، توسط هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواهان با احترام از این افراد یاد میشه، به خصوص مثلا آقای متیز که الان وزیر دفاع آمریکا هستش. این افراد به طور مشخص دارن یک سیاستی رو پیش میبرن که از این داستان توییت و مسئله روسیه و این حرفای کانسپیرسی تئوری توطئه‌ای که الان طرح داره میشه و دعوای بین اینتلیجنس کامیونیتی با کاخ سفید هستش، از اینها خیلی فراتره. ما باید به اون نکات توجه بکنیم. اتفاقا نیکاهنگ خیلی قشنگ توی صحبت قبلی این ستا رو اشاره کرد، یکی سخنرانی هایی بود که توسط آقای مثلا رایان در آیپک شد، بعد یا جنرال سنتکام که میاد در هیرینگش در جلوی کنگره به طور مشخص صحبت از ابزار نظامی برای اینکه دست ایران رو قطع بکنن، و به خاطر اینکه به هر حال میخوان از حوثی ها یک حزب الله حالا یمن بسازن، یا به هر حال جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که با قول آقای کیسینجر معلوم نیستش که نیشنه یا کازه، معلوم نیستش که ملت یا یک نهضته. قرار هم بود که دقیقا این جمله آقای کیسینجر در نوشته پیام نوروزی آقای ترامپ باشه که بعدا حذف شده. خب این وضعیت جمهوری اسلامی یک واقعیته که نمیتونه سر جاش آروم بشینه، یعنی اگر شما باش کاری نداشته باشید، او میخواد رشد بکنه، رشد میکروبیشو داشته باشه و در همه جا نفوذ خودش رو پیش ببره. به همین جهت باید جلوش گرفته بشه، و به همین جهت هم اینطور نیستش که بذارید دو ماه دیگه شروع کنید نسبت به ایران فکر کنید. مثلا امروز بیاید کره شمالی رو در نظر بگیرید و رقه رو در نظر بگیرید و ایران رو در نظر نگیرید. حالا اگر بمب افکنای B-52 آمریکا یه سریشون روی کره شمالی الان مانور میدن، یک سریشون در رقه و حتی در موصل دارن فعالیت انجام میدن، در عین حال ستکام نسبت به ایران هم که به عنوان مسئله و ریشه اصلی این مسئله هستش داره نگاه میکنه. این از ایپک
و آقای راین از در واقع قوه مقننه آمریکا، خانم هیلی از سازمان ملل و اینکه وجدان جهانی باید سازمان ملل باشه، به ندا آقا سلطان اشاره میکنه و سنتکام هم که خدمتون گفتم، یعنی در واقع از سه قسمت دارن به سمت ایران میان. در این حال هم اینو در نظر بگیرید که آقای ترامپ یک بار برگشت گفتش که ما سورپرایز میکنیم، ما نمیگیم از قبل که چیکار میخوایم بکنیم. بعد یک بار دیگه برگشت گفتش که هم برای کره شمالی و هم برای ایران ما برنامه داریم. از طرف دیگه وقتی شما روحیات آقای متیس رو میخونید و توصیه هایی که مثلا به مورین، به تفنگداران دریایی که نخبه ترین تفنگ و نیروی نظامی آمریکا هستن، در عراق میکنه، میگه که احترام بگذارید، خیلی محترم عمل بکنید، حرفه‌ای عمل بکنید، بی پروفشنال، ولی پلان داشته باشید که کسی رو که باش ملاقات میکنید بکشیدش. این آدم که یه همچین روحیه‌ای داره کسی نیستش که بیاد ایران رو تهدید بکنه، ولی جمهوری اسلامی معمولا از تهدید رو میشنوه و بعد جا میزنه. حالا باید دید که یک دفعه اینها مثل آوار میتونن روی جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران خراب بشن و در واقع برخورد جدی در منطقه، در سوریه و در جاهای دیگه با جمهوری اسلامی داشته باشن. نیروهاشون رو هم دارن افزایش میدن، هم در یمن، هم در سوریه، هم در افغانستان و هم در عراق. البته در سطح 100 تا 200 تا 300 تا دارن افزایش میدن، ولی به هر حال برنامه ای احتمالاً هستش که ما هنوز اطلاع کامل نداریم. این برنامه تا آخر فوریه به دست کاخ سفید رسید. آقای متیس یک ماه وقت داشتش که این برنامه رو در اختیار اونها بگذاره، برنامه در اختیار گذاشته شده، ولی اینکه جزئیاتش چی هستش خبر نداریم. من جای جمهوری اسلامی باشم، تاکید آخرم این هستش، این دفعه اگر مردم بیان بیرون سرکوب انجام بشه، بعید میدونم که حداقل دولت آمریکا نسبت بهش بی تفاوت باشه. باید خیلی نگران باشه جمهوری اسلامی. حالا آقای جلالی عزیز، من یه سوال دارم. فکر میکنید اصلا یک تار مو از درایت شما در چارچوب بدنه رژیم اسلامی در ایران هست که بخواد به چنین حرفی گوش کنه؟ بله بله، اتفاقا ببینید، جمهوری اسلامی وقتی تهدیدش بکنید میترسه میره عقب. ما اینو بارها شاهد بودیم. جمهوری اسلامی کسی نیستش که باهاش بشه حرف عاقلانه زد، باید تهدید بشه. و اتفاقا این برای ما مردم کمک میکنه، یعنی اگر ما بدونیم که به هر حال یک نوع حمایت، حتی تو پابلیک دیپلماسی، یعنی دیپلماسی عمومی، بدونیم که حداقل یک حمایت وجود داره، مردم احساس کنن که یک حمایتی وجود داره، با جرأت بیشتری میان و فعالیت‌های مدنی خودشون رو انجام میدن. من اتفاقا فکر میکنم که یه فرصت‌هایی داره به وجود میاد. در این حال هم آقا زمانی، اگر دقت کرده باشید، از زمانی که ترامپ آمده سر کار، با تمام اشکالاتی که این آدم داره و هنوزم نمیدونیم چی میشه و همه چیز در یک فضای نامطمئن به سر میبره، ولی یک ذهنیت عمومی برای مردم ایران به وجود آمده و اون این هستش که اینطور نیست که جمهوری اسلامی تا ابد ادامه داشته باشه. درسته. بالاخره نقطه پایانی خواهد داشت و این نقطه پایان به زودی خواهد بود. قطعاً همینطور. آقای تهرانی عزیزم، این فرمایش شما بسیار فرمایش متین نیست، چرا که اگر قدرت ماندگار بود هنوز نوادگان کوروش در ایران حکومت میکردند و ما این همه سلسله های گوناگون و حاکمان متفاوت و رنگ رنگ به کشورمون نمیدیدیم و نوبت به علی خامنه ای دست کم نمیرسید. اما نیکا هنگ عزیز، توی یه همچین فضایی و یه همچین چارچوبی یک سوال بنیادین وجود دارد و اون هم این هست که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا این روزها در کجا تعیین میشه؟ ما شاهد حضور آقای تیلرسون هستیم که عملا واکنش جدی در سیاست خارجی ندارن. از یک سمت برخی ها سیاست خارجی امریکا رو در دستان داماد و دختر آقای ترامپ میدونن، برخی ها اون رو واگذار میکنن به جنرال فلینی که حالا بایستی در مقابل کنگره بیسته و ساعتی پیش هم خبر فوری منتشر شد که او گفته در صورت داشتن مسئولیت ابعاد تازه‌ای رو از ارتباطات پشت پرده یا اطلاعات در زمینه ارتباطات با روسیه باز خواهد کرد و افشا خواهد کرد. برخی ها هم معتقدند که نه، اساساً سیاست خارجی این روسا در راهروهای کنگره رقم می‌خوره و این در حقیقت کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکاست که خط اصلی سیاست رو می‌نویسه. شما معتقدید همیشه تینک تانک‌ها یا اتاق‌های فکر هستند که به اونها رنگ می‌دن، کدام درسته، نظر شما یا نظر دیگران؟
والا با قول معروف ما کوچکتر از آنی هستیم که نظری داشته باشیم، اما اگر در کل بخواید نگاه بکنید، گروه های مختلفی هستن نزدیک به دولت ترامپ که حالا افرادی از اونجا در ارتباط بودن با تیم ترامپ، حالا ممکنه زمانی به عنوان مشاور نامزد ریاست جمهوری ترامپ، مثلا آقای وولزی مشاور امنیت ملی ایشون بود که در حوزه‌های مختلف با ایشون در ارتباط بوده، افراد دیگری هم هستن که نزدیک به Foundation of Defense of Democracies یا FDD هستن که نزدیکن، یا برخی از اتاقهای فکر دست راستی در واشنگتن هم هستن، AEI Heritage Foundation و برخی از گروه‌های به قول معروف نزدیک به به قول معروف کمیته روابط خارجی، البته برخی از نمایندگانشون هستن که در ارتباط قوی هستن با دولت. اما آقای تیلرسون از زمانی که اومده اگر دقت کرده باشید دائم در سفر بوده. آقای تیلرسون مجبور شد به خاطر بحران کره به کره شمالی سفر بکنه و طبیعتاً با تهدیدی که به وجود اومد مجبور بود که دائم در ارتباط باشه، هم با کره شمالی، هم با کره جنوبی، هم با چین، و ارتباطاتی که در طی این چند مدت وجود داشت، خب طبیعتاً ما نمیدونیم که در حوزه ایران میخواد چیکار کنه. هنوز کسانی که به قول معروف در دسک ایران هستن خیلی تغییراتی ما نمیبینیم نسبت به دولت قبلی، و خانم سهران نوروزاده هم که از شورای امنیت ملی رفتن به وزارت خارجه و سخنگوی فارسی زبان شدن، هم میگن هنوز در وزارت خارجه هستن. حالا معلوم نیست تا کی در این ماموریت باشن که در مسائل ایران رو بخوان ببرن جلو. تغییراتی رو ما هنوز شاهد نیستیم یا نبودیم در حوزه ایران، اما به نظر میاد این تغییرات دیر یا زود اتفاق بیفته. داماد آقای ترامپ بیشتر تو حوزه اسرائیل فعال هست، اسرائیل و فلسطین فعال هست، و خب طبیعتاً دیدیم با مسافرتی آقای نتانیاهو به واشنگتن داشت این ارتباط تقویت هم شده. اون چند روز هم که اجلاس ایپک بود طبیعتاً داماد آقای ترامپ خیلی فعالتر بوده، ولی تو حوزه ایران هنوز من به طور دقیق نمیتونم بگم که چه کسانی نقش بیشتری بازی میکنن. با این حال آثاری از به قول معروف مشورت دادن های افراد نزدیک به FDD مشاهده میشه. ممنونم. برمیگردم با همین سوال به شما آقای جلالی عزیز. بله، من خواستم همین سوال رو جواب بدم. خواهش میکنم، بفرمید. ببینید، اگر بخوام به زبان ساده بگم، اون چیزی که ما به عنوان یک احتمال جدی در مقابل خودمون داریم، باز من نمیدونم چرا در این جلسه دستم تصمیم گرفتم مشاور جمهوری اسلامی باشم و اینجا توصیه هایی به جمهوری اسلامی داشته باشم به آقای خامنه‌ای. قبل از هر چیزی احتمال بیشتر رو میدم که اصلا سیاست خاورمیانه در پنتاگون تنظیم بشه. سیاست آمریکا با اروپا، با خاور دور، با پاسیفیک ریم، با مناطق دیگه توی دست آقای تیلرسون هم هست. یعنی آقای تیلرسون به اون قسمت ها هم میرسه. بله، آقای تیلرسون بعید هستش که در مورد خاورمیانه نظر مشخصی داشته باشه. اینطور که دولت آقای ترامپ داره پیش میره، خاورمیانه باید مسئلهش با پنتاگون، با سیاست های نظامی سیاسی در واقع نظامی دیپلماتیک مثلا به نوعی حل بشه. برگ اصلی در دست آقای متیس خواهد بودش. به همین جهت ما حضور آقای تیلرسون رو در اونجا نمی‌بینیم. آقای تیلرسون وقتی که رفتش به کره شمالی، خب کار عجیبی کردش، یعنی به خاطر اینکه خب کره شمالی هم داره موشک‌های خودش رو آزمایش می‌کنه و به زودی می‌تونه به همین لس آنجلس و سان فرانسیسکویی که ما هستیم برسه، یا حداقل ادعا می‌کنه که موشک‌هاش می‌تونه برسه. زمانی که برسه خب به هر حال تکلیف کره شمالی هم باید حل بشه. یعنی که بسا در واقع دولت آقای ترامپ اگر ایمپیچ نشه و اگر بتونه ادامه پیدا کنه این 4 سال رو، دولت آقای ترامپ خواهد بود که مسئله کره شمالی رو باید حل بکنه، چون کره شمالی هم داره رشد میکنه. ما همیشه باید اینو در نظر بگیریم، اشتباهی بود که آمریکایی‌ها در نظر نگرفتن و به خصوص در دولت آقای اوباما به یک فاجعه تبدیل شد. اینکه تو اگر یک کشوری رو که داره
آشوب به پا میکنه، بی ثباتی داره ایجاد میکنه، رهاش بکنی اینطور نیستش که اونم سرجاش بشینه تو هم سرجات نشستی و حالا به نوعی یک صلح بدون مثلا غیر نوشته ای مثلا نانوشته ای وجود داشته باشه. نه، او داره رشد خودشو میکنه، یعنی او داره حرکت تخریبی خودش رو ادامه میده. ما در دوران آقای اوباما بود که با هیولای جمهوری اسلامی در منطقه روبرو شدیم، یک دفعه تبدیل به هیولا شد. قبلش این فضاها برای جمهوری اسلامی مهیا نشده بود. به همین جهت مجبورن که در چند مورد، حداقل دولت آمریکا، هر دولتی بود، هیلری کلینتون هم بود، هر بود چه میدونم، حتی اگر آقای برنی سندرز هم بود، مسلما با یک سیاست خارجی که اصلا نداشتش در ذهن خودش، ولی مجبور بود روبرو بشه. هر دولتی الان باید چند تا مسئله رو حل بکنه. کره شمالی یکیشه و مسئله خاورمیانه مسئله بسیار بسیار جدیه، از این جهت که مشکل تروریسم و مشکل اسلامگرایی رو باید در مرکز خودش، در جایی که به وجود آمده و به خصوص جمهوری اسلامی، در واقع ایده حکومت اسلامی، تأسیس حکومت اسلامی رو که یک ایده نوگرایی اسلامی هستش، یعنی همون روشنفکری اسلامی هستش، این ایده رو جمهوری اسلامی بنا گذاشته، بقیه از جمهوری اسلامی دارن تقلید میکنن. به همین جهت من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باید خیلی حواسش باشه که به قول معروف آقای متیس رو خیلی عصبانی نکنه، در حالی که عصبانی هم بخواد نکنه، ولی با این حال احتمالاً خوابهایی برای جمهوری اسلامی دیده شده و اینطور نیستش که بتونه مثل گذشته عمل بکنه. من فکر میکنم ما باید ترس و یه مقداری نگرانی و عقب نشینی رو در جمهوری اسلامی ببینیم و این ترس خودش رو اتفاقاً باید در انتخابات هم نشون بده. یعنی اینکه سر این مسئله الان یکی از بحثایی که حتما در بین حکومت جمهوری اسلامی وجود داره این هستش که در مقابل آقای ترامپ و در مقابل پنتاگونی که ممکنه اگریسیو تر عمل بکنه و بخواد بیشتر در منطقه حضور داشته باشه، آیا خود روحانی بهتره یا اینکه باید یک آدم تندرو مثلا بیاد که کاملا فضا رو جنگی و قطبی بکنه در مقابل آمریکا، کدوم یک ثبات بیشتری واسه جمهوری اسلامی میاره؟ این یکی از گفتگوهایی است که حتما الان در پیش از انتخابات هم در ایران مطرح است. سپاسگزارم، بسیار بسیار تحلیل به جایی است. اما نیکو، اگر در همین فضا نیم نگاهی به داخل ایران داشته باشیم، انتشار فیلمی که از داعش که اقدام به تهدید جمهوری اسلامی کرده بود، ابعاد تازه‌ای رو در مناسبات داخلی گنجانده. دست کم در شبکه‌های تلگرامی و در کانال‌های از این دست، حرفا و حدیث‌هایی که تبدیل به جوک در میان مردم میشن، دست به نقل رد و بدل میشه و این جمله که بین داعش و جمهوری اسلامی، رأی من جمهوری اسلامی، یکی از جملات معروفی است که در واکنش به این فیلم احتمالاً تو هم بهش در فضای مجازی برخوردی. آیا به راستی این تهدید جدی بود، واقعی بود؟ آیا این فیلم از جنس فیلم‌های داعشی بود یا کار تبلیغاتی به نفع جمهوری اسلامی، یا فضا طوری است که جمهوری اسلامی می‌کوشد از اون به نفع خودش در انتخابات پیشرو استفاده کنه؟ یکی از دوستان روزنامه‌نگار در تهران باش صحبت می‌کردن، می‌گفت این رو باید حدس بزنیم که جمهوری اسلامی سفارش داده به یک بخشی در داعش که این فیلم رو ساخته باشن و پخش کرده باشن برای اینکه مشارکت در انتخابات رو یه ذره بالاتر ببرن و اینکه بخشی از مردم که ناامید شدن از فعالیت دولت روحانی در عرصه‌های بعد از برجام و اینکه به نتیجه نرسیده توی بول‌های انتخاباتیش، بخواد که خورده مردم رو فعال بکنه. ببینید، در چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که هر وقت بحث می‌شد که ایران نیازمند تغییر هست، برخی از اصلاح طلب‌ها یا برخی از اونایی که تحت تاثیر اصلاح طلب‌ها بودن میگفتن ایران رو نمیخوایم سوریه ببینیم و ایران تبدیل بشه به سوریه. یعنی همیشه این بحث رو میکردن که انگار دقیقاً وضعیت جامعه شناختی ایران مثل سوریه است و هر تغییری منتهی به سوریه شدن ایران میشه. اتفاقا همین چند روز پیش هم آقای جلالی توی فیسبوک خودشون این بحث رو به نحوی مطرح کردن. تفاوت‌های عمده وجود داره میان ایران و سوریه و عراق، ولی خب کسانی که دوست دارن تحت تاثیر قرار بگیرن و از پیرو بودن بیشتر لذت میبرن تا اینکه بخوان خودشون تحقیق کنن و واکاوی کنن، خب طبیعتاً تحت تاثیر هم قرار میگیرن و متاسفانه ما در کشور خودمون از کسانی که علاقه به پیروی کردن دارن کم نداریم و انگار این ماجرا همیشه وجود داشته و مقلد زیاد وجود داشته و خاطر مقلدین زیاد هم بوده که مراجع تقلید قد و نیم قد همیشه قدلم کردن.
اما چیزی که برای من جالب هست این هست که در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی دارن این رخ برخی‌ها مطرح می‌کنن که وای بترسید اگر ما قدرت مردمی رو نشون ندیم از طریق رأی در حضور در انتخابات، داعش میتونه فعالیت خودش رو بیشتر بکنه و این شکافایی که در جامعه هست رو بخواد تشدید کنه. اولا شکافایی که در جامعه ما وجود داره و مشکلات بسیار زیادی که ما ببینیم در مناطق سنی نشین ما وجود داره به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی در طی 38 سال گذشته عملا به وجود اومده. اینکه حاشیه نشینی، فشارهای اجتماعی، بیکاری، تبعیض و شرایطی که دولت شیعه جمهوری اسلامی تحمیل کرده به اقلیت‌های دینی مختلف رو ما شاهد بودیم در استان‌های حاشیه چقدر زیاد بوده. الان حتی در زابل به خاطر شرایط بد زیست محیطی وقتی بخوان از اونجا مهاجرت بکنن به شهرهای دیگه با مشکل روبرو میشن. شرایط سختی برای خیلی‌ها در کردستان وجود داره، شرایط سختی برای خیلی‌ها در استان خوزستان وجود داره. یعنی به اندازه کافی جمهوری اسلامی اومده و اثر منفی خودش رو در قبال اقلیت‌های دینی نشون داده، به ویژه در مورد اهل سنت. پس طبیعتاً اینکه یهو برخی به این فکر بیفتن که بیان مثلا علاقه نشون بدن و توجه نشون بدن به اهل سنت، این نمیتونه چیز ریشه‌داری باشه. و این رو من میان خیلی از بچه‌های اصلاح طلب هم دارم میبینم که میگن، دارم بحث میکنم که خب حالا چیکار کنیم که رأی اگر مثلا آقای روحانی در انتخابات 4 سال قبل در کردستان و سیستان و بلوچستان رأی آورد، رأی نسبتا خوبی هم آورد، چطور اون رأی رو بخواد ایشون تکرار بکنه؟ بسیار هم سپاسگزارم نیکوهنگ عزیز. در همین حین که این صحبت مهم رو تو مطرح کردی، از سوی دیگه در چهارچوب گفتمانی که وجود داره صحبت و حرفهای رسانه‌های بین‌المللی در مورد اظهارات اخیر آقای فلین بیشتر و پررنگ‌تر میشه. همین الان چک می‌کردم می‌دیدم که خبرگزاری بزرگ دنیا روی صحبت‌های امروز عصر آقای فلین شامگاه امشب به وقت نیویورک به شدت مانور میدن. آقای تهرانی، شما همین مسئله رو دنبال کردید، آیا این اظهارات جدید آقای فلین میتونه تأثیری در روند سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا داشته باشه؟ تبلیغات دست کم رسانه‌های جریان اصلی صحبت از ابعاد و افشای ابعادی میکنه که ممکنه حتی به همونجوری که شما اشاره کردید ایمپیچ شدن دولت آقای ترامپ بیانجامه. ببینید، من واقعیتش نمیدونم که وضعیت در دولت آمریکا چی میشه. من حقیقتش یه مدتی هم هستش که سعی میکنم که سی ان ان رو تماشا نکنم، به خاطر اینکه سی ان ان شده به یک طرف ماجرا قرار گرفته، یک طرف این دعوا قرار گرفته، بنابراین جنبه روزنامه نگاری خودش رو از دست داده. و بعدم شما وقتی سی ان ان رو نگاه میکنید مرتب اضطراب پیدا میکنید، یعنی فکر میکنید که انگار یه توطئه بزرگی در کاخ سفید هستش و با روسیه یه برنامه عجیبی اینا دارن و یه حساب کتاب مالی احتمالاً هست اینا. شاید باشه، من هیچ اطلاعی ندارم، ولی در اینها در واقع سیاست نیست. وقتی که به خود اصل مسئله سیاست برسیم، خب ما آقای فلین رو کتابش رو خوندیم، فیلد آف فایت، که نوشت به مسائل ایران کاملا احاطه داره، حتی به صدای آمریکا اشاره میکنه که در اختیار افراد جمهوری اسلامی قرار گرفته، در کتابش در جاهای مختلفی اشاره میکنه. بعد بنابراین شما با یک جنرالی روبرو هستید که این جنرال فقط یک سرباز آمریکایی نیستش، در این حال کسی هستش که بسیار دانش وسیعی نسبت به تکنولوژی و اطلاعات تکنولوژیک داره. بعد مثلا در مورد مرزلا صحبت میکنه، میگه یکی از جملاتی که شما انتظار ندید از یک جنرال بشنوید، میگه که سرعت تحولات سیاسی از مرزلا بیشتر شده. مورزلا یا قانون مور قانونی هستش که در واقع سی پی یو کامپیوتر شما هر سال، حالا یه زمانه مختلفی براش میگن، در واقع دو برابر قدرت پیدا میکنه و سرعت پیدا میکنه. میگه از این سرعت ما، سرعت تحولات سیاسی بیشتر شده. از طرف آقای فلین رو شما میبینید که یک سال خورده قبل به مسکو میره و خب شما میتونید روی یوتیوب ببینید. متأسفانه یکی از مشکلات ما اینه که معمولا خودمون رجوع نمیکنیم به اطلاعاتی که در دسترس هستش،
یک ساعتی رو فکر میکنم حداقل در آرتی شبکه تلویزیونی روسیه در خود مسکو با خانم صوفیا داره مصاحبه میده و اونجا دقیقا میگه، یعنی آقای فلین تا اونجایی که من شناختم، کتابش خوندم، افکارش رو دنبال کردم، اینطور نیستش که یه پول و پله‌ای در کار باشه و دنبال یه همچین داستانی باشن. شاید هم باشه، احتمالش رو البته باید دید، میگذارم. اما این یک دیدگاه خیلی عمیق‌تری هستش که معتقده ما اشتباهی که در جنگ جهانی اول کردیم، یعنی در جنگ جهانی اول آلمان شکست خورد، ما تحقیرش کردیم در لیگ ملل، بعد عقب گذاشتیمش، وضعیت تورم، وضعیت اقتصادی بسیار بد در اونجا و اون تحقیر بزرگ و ایزوله کردنش باعث شدش که هیتلر رشد کرد. این خب بحثیه که توی روابط بین الملل و فلسفه سیاسی، فلسفه روابط بین الملل خیلی زیاد میشه. به همین ترتیب میگن که در مورد روسیه هم ما این اشتباه رو کردیم. زمانی که روسیه در واقع بلوک شرق شکست خوردن و اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی کرد، ما باید آغوشمون رو باز میکردیم و روسیه رو میپذیرفتیم به جامعه اروپایی. در نظر بگیرید از پتر کبیر رو شما میخونید زندگیش رو تا کاترین کبیر به خصوص، این موضوع در مورد کاترین خیلی جذابه. کاترین مثلا زمانی که هیچ زنی مثلا اصلا سواد نداشته ولتر میخونده، بعد اینها خیلی شدید دوست داشتن که اروپایی باشن، به خانواده در خانواده اروپا باشن. بعد که حالا به هر حال در سال 1917 انقلاب پیش میاد، اونها فاصله میگیرن، برای 70 سال فاصله میگیرن، انتظارشون نزدیک بشن. این تئوری که آقای فلین در این مورد داره تئوری بسیار محکمیه، یعنی یک مکتب سیاسیه و اینطور نیستش که بازی هایی صرفا در کار باشه. اینکه آیا این تئوری امکان پذیر هستش یا نه بحث دیگه است. آقای فلین به طور مشخص این رو میگفت، میگفت باید روسیه رو اوورد جلو، در کنار خودمون داشته باشیم، چون این کارو نکردیم پوتین رفت سراغ کشورهای تروریستا و رفت سراغ ایران. اگر پوتین رو بیاریم جلو به کنار خودمون، در واقع رابطه پوتین رو با جمهوری اسلامی میتونیم بشکنیمش، بگیم کنار ما باش، او رو کنار بگذار، ما میخوایم با او روبرو بشیم و در واقع در کنار هم باشیم برای جنگ با اسلامگرایی. این برنامه بود که آقای فلین داشت، ولی با اتفاقاتی که الان افتاده و دعوایی که بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه به وجود آمده و همینطور هم داره تشدید میشه، معلوم نیستش که این وسط واقعا چه اتفاقی میفته، ولی باید دید. من فقط میخواستم اشاره بکنم که یک چیزهایی رو معمولا احتمالا بینندگان ما بهش ممکن توجه نکنن و فقط صدر اخبار رو بخونن، سطح عمومیش رو یا عنوانها رو بخونن، ولی این یک مکتب جا افتاده و قابل طرحیه. حالا البته در مقابلش هم افرادی هستن که نظر متفاوت بدن. درسته، بسیار سپاسگزارم آقای تهرانی. نیکو هنگ عزیز، حالا همین روسیه میزبان حسن روحانی بود و ابعاد سفر او کاملا مشخص و واضح. خیلی ها سفر روحانی رو نوعی تاییدیه یا بیعت گرفتن برای انتخاب مجدد تلقی کردند، برخی ها اون رو سرآغاز دوره تازه‌ای در استثمار کشورمون به وسیله روسیه دونستند. نگاه شما چگونه است؟ آیا فکر میکنید واقعا این سفر میتونه در آینده سیاسی حسن روحانی نقشی داشته باشه؟ من قبل از اینکه راجع به این سفر صحبت کنم، یه نکته رو هم اشاره بکنم. من با یکی از دوستان نزدیک آقای فلین چند ماه پیش راجع به یک بحثی ازش سوال میکردم در مورد اینکه آقای فلین چه دیدگاهی در مورد ایران خواهد داشت. همونطور که آقای جلالی هم گفتن، شناخت آقای فلین از ایران بسیار بیشتر از افراد دیگه بود و آقای فلین یکی از منتقدین سیاست اوباما در قبال ایران بود و سیاست دولت ایران، سیاست دولت اوباما رو خیلی ضعیف میدونست و مطمئنا اگر آقای فلین در رأس شورای امنیت ملی کاخ سفید میموند، نگرانی های جمهوری اسلامی بسیار بیش از چیزی بود که امروز داره.
این رو هم اضافه بکنم که آقای متیس هم که آقای جلالی گفتم خب شناخت زیادی داره و وقتی که عادل‌الجبیر وزیر خارجه عربستان رو دید آقای متیس همین اخیراً اشاره کرد به اون ترور نافرجامی که قرار بود انجام بشه در یک رستورانی در کافه میلانو در جورج تاون واشنگتن که قرار بود یک نفر به نمایندگی از سپاه قدس بخواد عملیات تروریستی رو علیه آقای عادل‌الجبیر که موقع سفیر عربستان بود رو پیاده بکنه که آقای متیس به اونم اشاره کردن چه نگاهی که وجود داره نسبت به جمهوری اسلامی. حتی اگر الان وزیر خارجه آمریکا بحثی رو هم مطرح نمی‌کنه راجع به ایران، نسبت به جمهوری اسلامی همونطور که آقای جلالی هم اشاره کردن نگاه مثبتی نیست، به وجود در نزد ژنرال‌هایی که حالا چه فرمانده سنتکام باشه چه وزیر دفاع آمریکا. اما در باب سفر اخیر ببینید طبیعتاً با تغییر ساختاری که الان ما در واشنگتن داریم نسبت به در واقع حمله به داعش در حالا فعلا در عراق و حالا بعدا در سوریه، طبیعتاً وضعیت برای جمهوری اسلامی و روسیه ممکنه تغییر پیدا بکنه و طبیعتاً بایستی ببینیم که اینها در قبال این تغییراتی که داره از سوی آمریکا نشون داده میشه، حالا در حمله اخیری که در شمال عراق وجود داشت و حالا ممکن حملات بعدی که در سوریه شاهدش باشیم، میخوان این رابطه رو به نحوی نشون بدن که قوی هست. و آقای ظریف هم اشاره کرد که پایگاه هوایی که در اختیار روسا بود تا حالا آینده‌ای ممکن حالا محدود در اختیار روسا باز قرار خواهد گرفت و این طبیعتاً برای خیلی از کسانی که حساسیت دارن نسبت به این که پایگاه‌های نظامی ایران در اختیار نیروهای خارجی باشه، خب این خیلی مسئله خوشحال کننده نیست. و اگر هم دقت کرده باشید چیزی که برای من جالب بود، اصلاح طلبان خیلی سکوت کردن در قبال این سفر و خیلی راجع به این مسئله صحبت نمی کنن. مبادا مثلا اگر حرفی بزنن یا انتقادی بکنن باعث تضعیف آقای روحانی در مقابل رقبا بشه و رأیش کمتر بشه. به نظر من این مسئله مهمه. آقای روحانی نیاز داره که به خودش یک آرامشی بده که حالا در محدوده زمانی که رابطه میان ژنرال های سپاه و ژنرال های روسیه و همچنین کرملین قوی شده، این نشون بده که این رابطه قوی رو داره و بتونه تا حدی رابطه رو نشون بده که داره بهتر و بیشتر هم پیش میره. اگر هم دقت کرده باشی در تعطیلات نوروزی هم برخی از افراد دولت با برخی از افراد سپاه دیدارهایی رو هم داشتن و یا آقای سردار سلیمانی وقتی که به خانه آقای جهانگیری میره برای عرض حالا برای عید دیدنی مادر شهید، خب خود این عکس که این افراد کنار هم می‌ذارن معانی خاصی و تعابیر خاصی رو هم در بر داره. به نظر من باز بخوام برگردم، من فکر می‌کنم آقای روحانی می‌خواد یک نقطه اطمینان رو برای خودش داشته باشه برای انتخابات ریاست جمهوری و این نافی اون ماجرا نیست. بسیار ممنونم نیکو انگ عزیز. آقای تهرانی، این سمت حالا در همین فضای بلبشوی سیاسی گروه هایی که پیش از این لابیگری مستقیم و عینی برای جمهوری اسلامی میکردن و دست کم در پس توافق هسته‌ای خیلی علناً اعلام میکردن که پشتیبان برقراری روابط تهران و واشنگتن هستند، از یک سمت نایکی ها، سمت دیگر هم اون کسانی که به سرحلقه آقای حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در برلین در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای برمیگرده، استاد مهمان در دانشگاهی در واشنگتن دی سی در شرق آمریکا، اینها امروز در این زمینه چه فعالیتی دارند؟ همه این شرایط رو ترسیم کردید، از این خط و نشانه‌های جدی برای جمهوری اسلامی گفتید، اما نمیشه گفت اینها به یک بار سکوت کردند، فعالیتی نمی‌کنند. اینها در حال چه طرح و برنامه‌ای هستند و چگونه در حقیقت هنوز به نفع حکومت اسلامی، رژیم اسلامی در ایران در حال لابیگری هستند؟ آقا زمانی از خودشون بپرسید، من از کجا خبر داشته باشم که واقعا اونها چه میکنن؟ به خاطر اینکه ببینید مسئله اصلی این هستش که به هر حال همه ما چون هنوز معلوم نشده و شاید هم به این زودی ها معلوم نشه که دولت آقای ترامپ چه عملی خواهد انجام داد و آقای مثلا موسویان رو بهش اشاره کردید، اومده بود
چند وقت پیش یه 5 تا مورد نوشته بود که باید در مقابل دولت جدید آمریکا اینطوری عمل کرد، اونطوری عمل کرد. ولی من اتفاقا چون به ایشون اشاره کردید لازم این رو بگم، من آخرین پستی که فکر میکنم ازش روی فیسبوک خوندم به وضوح دروغ میگفت. یعنی این دروغهایی که من شخصا چون در خانواده مذهبی بودم این نوع دروغ گفتن رو خیلی زیاد شنیدم، که میگه در یه سفری بودم، مرتبم ایشون داره از این کنفرانس از اون کنفرانس میاد بیرون، همش هم بحثای دیپلماتیک که معلومم نیست این کنفرانس ها کجاست. بعد در سفری بودم، از کنفرانس داشتم میادم بیرون، یک بنده خدای اونجا برگشت به من گفتش که بهترین وزیر خارجه ای که الان دنیا داره آقای ظریف شماست. بعد الفاظی هستش که همش یه بنده خدایی توی گوشه در حاشیه سمینار یه چیزی به ایشون میگه و یه هندونه زیر بغل ایشون یا آقای ظریف میگذاره. من این آدم ها رو آدم های معتبری اولا حساب نمی کنم، چون به وضوح می همچین حرفای خیلی حرفای دروغ های کودکانه میگن، یعنی بیشتر به یک نوع چاخانگویی میشه تعبیر کردش تا دروغی که مثلا شما احساس کنید جنبه سیاسی داره یا ارزش سیاسی خاصی داره مثلا، یا مثلا مسیری رو داره نشون میده، یه جور خیال پردازانه هستش. اما در این زمینه که ما در بخش‌های دیگه دولت آمریکا از لابی‌هایی که با جمهوری اسلامی مرتبط هستند تا نفوذی که در صدای آمریکا وایس آف آمریکا داشتن، اینها این بساط جمع خواهد شد، در این میشه گفتش که تردیدی وجود نداره و این افراد خب طبیعتاً باید کنار برن. دلیل اصلیش هم این هستش که ببینید دولت آمریکا و افکار عمومی، یعنی در واقع نخبه های آمریکا، این مسئله براشون خیلی روشنه. اگر هم براشون تا به حال روشن نبود، بعد از 20 سال دیگه از زمان که اصلاح طلبی شروع شده دیگه براشون روشن شده که مسئله اصلاح طلبی با مسئله تندروگرایی یا همچین چیزی اصلا چنین تفکیکی وجود نداره. یعنی نمیشه گفت یکی میانه رو یکی تندرو هستش. اینها کسانی هستن که حکومت اسلامی رو تأسیس کردن. و بعد اتفاقا یک نکته ای رو اجازه بدید در اینجا من بگم، این احتمالاً باز جالب خواهد بودش که بدونیمش و بهش فکر کنیم. ببینید اصلاح طلبی آقای خاتمی رو در نظر بگیرید یا مثلا آقای روحانی رو در نظر بگیرید، این اصلاح طلبی، این نوع تفکر اسلام میانه رو، اسلام نوگرا، اسلام مدرن، همون داعشه. یعنی در واقع هر دوشون از یک ریشه میان بیرون. حالا چرا به این موضوع توجه نمی کنم؟ در حالی که در ظاهر میاد که اتفاقا دقیقاً انگار برعکسن، مثلا 180 درجه متفاوتن. یه تیپی وجود داره از اسلام، مثلا مادریتا یا تعادل گرایانش میانه روش یک طرفه و اون طرفش مثلا تندروها و داعش هستن. نه، این دوتا یکی هستن. دلیلش اینه که ببینید روشن فکر مذهبی، نوگرای دینی، هر چی اسمشو بگذارید، برای چی میخواد مذهب رو نو بکنه، مدرنش بکنه؟ چه هدفی داره از این کار؟ هدفش اینه که کماکان به ما تحمیلش بکنه، یعنی یک ادجاستمنت. قراره برای چی؟ وگرنه شما یه چیز خب سنتی رو دوست دارید، مثلا شما نوروز رو نمیاد مدرنش بکنید، به حالت سنتی نگهش میدارید و ازش هم استفاده میکنید. ولی اگر دارید نو میاد مدرنش میکنید، میخواید یه سری چیزاشو عوض بکنید، میخواید کماکان به زندگی امروز ما تحمیلش بکنید، مسلط باشه، ما زیر قیمومت اسلام باشیم. خب این همون کاریه که داعش هم داره میکنه. داعش هم اصلا با همین انگیز اومده دیگه. این نوگرایی اسلامی از زمان سید جمال الدین اسعد آبادی، که اشتباهاً ما میگیم اسعد آبادی، شروع شده. سید جمال الدین اسعد آبادی افغانی و تا سید قطب، بعد از اون طرف در ایران فداییان چیز فدایان اسلام، بعد اینها بودن تا رسیده به تأسیس حکومت جمهوری اسلامی. درسته. و خمینی و طرفدارای خمینی که نوگرا هستن. یعنی این دقیقاً دو شاخه همریشه از اسلام. آقای تهرانی عذر میخوام چون وقت کوتاهی تا پایان برنامه داریم، این بحث بسیار مهمه. همینجا این قول از شما میگیرم که بحث نوگرایی در مسائل مذهبی و نحوه تحمیلش و سکولاریسم در مقابل اون رو به زودی با حضور خود شما در همین برنامه باز کنیم، صحبت کنیم. اجازه بدید برگردم به نیکاهنگ اگر اشکال نداشته باشه. نیکاهنگ، این که من تاکید کردم روی لابی هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و دست کم برای ایران، سکوت معنادارشون در پیش از انتخابات ما دیدیم که قبل از این هم اینها چه شاه مورتی بازی هایی رو در آوردن در این حوزه. از سوی دیگه
یکی از انتصابات وابسته به همین لابی ها یا نزدیک به بدنه این حرکت ها در مدیریت صدای آمریکا اخیراً تغییر کرده در 48 ساعت گذشته. این هم پیام معناداری است برای کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن. بیشتر از شما بشنویم و سکوت معنادار پیش از انتخابات در کسانی که سالهای قبل سر انتخابات سر و سینه اساسی برای جمهوری اسلامی میزدند. ببینید، اون گروهی که ما به عنوان لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن میشناسیم طبیعتا طرفدار آقای روحانی هست و آقای ظریف و رابطه ای هم واسطه هاش با آقای حسین فریدون دارن و بیزنس هایی که در وین و لندن وجود دارن ارتباط های خودش رو ظاهرا نگه داشتن. آقای خوشرو در حقیقت داماد آقای حسین فریدون هم که پسر نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست در فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطی بسیار فعال عمل می‌کنه. نکته‌ای که می‌خوام بگم این هست که اینها بعد از شکستی که خوردن در پیشبینی انتخابات آمریکا، چون انتظار داشتن که بالاخره با اومدن یک دموکرات در رأس کاخ سفید اون بازی توافق هسته‌ای و مسائل مختلف به همون روند ادامه پیدا کنه، اما الان با شرایطی که وجود داره عملا بازی خودشون نتونستن پیش ببرن. سکوتی هم که هنوز اینا دارن تا حدی موقعی که پیام نوروزی آقای ترامپ منتشر شد تا شکست، اما باز خیلی متوجه وزارت خارجه و دستگاه دیگر نشد. من فکر کنم تا زمانی که خانم سحر نوروزاده در وزارت خارجه هست اینا خیلی سر و صدا نکنن. اما اینکه کسی که نزدیک بود به در حقیقت مجموعه‌ای که برخی معتقدن این لابی رو هدایت میکنه از صدای آمریکا اخراج شد، الان هنوز در یک شوک نسبی وجود داره، وجود هستن برخی از نزدیکان این لابی در واشنگتن و منتظرن ببینن چه کسی قرار هست از طرف بی بی جی یا اون بوردز آف برادکاستینگ گاورنرز یا جانشین سردبیر قبلی بشه. البته خانم درخشش مدیر صدای آمریکا که در طول چند ماه اخیر سعی کرده با شرایط متفاوتی رو از خودش بروز بده و نشون بده که حاضر است حتی مثلا بیاد با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنه، فضا بده به برخی از منتقدان جمهوری اسلامی، چیزی که مدت‌ها اصلا خبری ازش نبود و بایستی ببینیم ایشون چقدر دوام میارن در این سیستم. اگر بخواد تحقیقات و تفحصایی که وجود داشته به نتیجه برسه و نتایجش به طور شفاف اعلام بشه که چگونه هست که داره این تغییر تحولات انجام میگیره، شاید ما بهتر بتونیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم. اما با توجه به اینکه چیزی به طور شفاف اعلام نشده، همه چیز در حد به قول حدس و گمان هست. با این حال به نظر میاد گروهی که حالا به عنوان لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن شناخته میشن و همچنین آقای موسویان که در دانشگاه پرینستون در حقیقت تو نیوجرسی در اون دانشگاه گفته میشه که حالا یک مسئولیت حد اقلی داره و در حد استاد باشه یا عنوان محقق، ایشون کماکان داره در رسانه‌های مختلف و یا شبکه‌های مختلف محدود نظریه پردازی میکنه و مثلا توی شبکه گاف 2000 هر از گاهی ممکنه نظری از ایشون بخونیم یا مثلا توی هافینگتون پست چیزی بنویسه درباره مثلا پیشنهاد بکنه که دولت آمریکا چه سیاستی رو در قبال جمهوری اسلامی پیش ببره. من فکر میکنم که اینها به دلیل اینکه نگران هستن اتفاق جدیدی بیفته و اتفاق برای نزدیکانشون در تهران بیفته، به ویژه بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی و اینکه قدرت آقای روحانی اندکی ممکنه کاسته شده باشه به خاطر که یک حامی رو از دست داده، نمیخوان کارو خرابتر بکنن. حالا بایستی دید که تغییر تحولات در تهران به چه نحو ممکنه باعث حالا تقویت اینها بشه یا نه بی اثر شدن اینها. بسیار ممنونم آقای جلالی تهرانی. دقایق کوتاهی تا پایان برنامه فرصت داریم. اگر برگردونم همین بحث رو به خود شما و نگاه شما رو هم به مجموع فعالیت هایی که پیش از این هم بوقداران انتخابات در ایران، بوقداران خارج نشین انتخابات ایران، انتخابات رژیم اسلامی از اون استفاده میکنن، برگردونم. 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم از اطلاعات شما بیشتر بهره ببریم.
خواهش میکنم. ببینید به هر حال مسئله اصلی این هستش که چه برای ما آقای تهرانی مثل اینکه اعتباد خواهش میکنم در خدمتتون هستم. بفرمید. بله عذر میخوام. مسئله اصلی هستش که برای ما چه برای ما چه برای دولت آمریکا این مسئله مشخص هستش که نمیشه واگذار کردش وضعیت بهبود ایران رو، مسئله حقوق بشر رو در ایران و همچنین مسئله امنیت منطقه رو به اینکه اصلاح طلب ها بیان، دقیقا همون معتدل ها بیان و این وضعیت رو پیش ببرن. به این خاطر که ببینید شما مثلا همکاری اصلاح طلب ها رو با تندروها، حالا اگر اسمشو بذاریم که من اصلا به چنین تفکیکی اعتقادی ندارم، میبینید مثلا یک شهروند دوگانه رو آقای حسین طائب در حفاظت اطلاعات سپاه میگیره و آقای محمد جواد ظریف ایشون من عذر میخوام خواهش میکنم. بله میفرمایید. آقای محمد جواد ظریف ایشون رو میفروشه، یعنی یک همکاری بین اینها وجود داره. بنابراین دیگه امیدی طبیعتاً حتی دولت آمریکا به نظر نمیاد که کوچکترین اهمیتی به اصلاح طلب‌ها در این زمینه بده و رویکردهایی که وجود داره، رویکردهای جلوگیری از تجاوزها و زیاده‌خواهی‌های امنیتی ایران در بیرون از مرزهای ایران خواهد بود. در داخل هم ما باید خودمون در واقع یک فعالیت مدنی بکنیم. انتخابات به هر حال ابزار ما نیست. و واکنشی که حضرت عالی میتونید داشته باشید به این گروه ها و لابیست هایی که برای انتخابات دوباره سینه چاک خواهند کرد، این واکنش چگونه خواهد بود و چه توصیه‌ای به در واقع مردمی کشورمون، خصوصا اونهایی که در داخل ایران زندگی میکنند، در خصوص انتخابات دارید؟ من هیچ توصیه خاصی ندارم، ولی من تصور نمی کنم که مردم ایران اصلا هیچ گونه امیدی داشته باشن و انتخابات در ایران که تغییری براشون به وجود بیاره. ما به پایان سیاست رسیدیم، یعنی حتی خود آقای خامنه ای هم انتخابی به جز آقای روحانی نداره. همه چیز به یک فضای استگننت، کاملا فضای رکود کامل و پایان سیاست رسیده. من تصور نمی کنم که با این گونه هیجان انگیزی های مثلا داستان داعش رو حالا بسف کردن، حالا نمیدونیم چی هستش، یا بین بد و بدتر بتونن یک انتخابات مثلا خوبی رو برگزار بکنن. و واکنش ها رو هم هنوز نسبت بهش نمیدونیم که تیپایی مثل آقای احمدی نژاد چه بازیگرانی خواهند بود و چقدر به انتخابات رو داغ میکنن، آتشش رو افزایش میدن. اگر از کنترل خارج بشه، خب اصلا با یک منظره جدید روبرو خواهیم بود. تصورم نمی کنم که مردم رغبتی نسبت به این انتخابات اصلا به طور کلی نشون بدن. بی نهایت ممنونم. مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل که از سان فرانسیسکو در غرب ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید. و آقای کوسر، از شما بشنویم کلام آخر رو. شما چه توصیه‌ای در آستانه انتخابات به هموطنانمون خصوصا در داخل ایران دارید؟ والا من که نمیتونم توصیه داشته باشم برای هموطنان عزیزی که در داخل کشور حاضرن همچین هیولاهایی رو تحمل میکنن در جمهوری اسلامی. من فکر میکنم میان کاندیدای گاو و گاوتر عملا نشه به هیچ کدوم رأی داد، باید به دنبال انسان گشت. من انسانم آرزوست. ممنونم. امیدوارم بالاخره کسی در ایران باشه که شما چهرهش رو تمساح و گرگ و گوسفند نکشین، بالاخره انسان بکشید. سپاسگزارم دوست خوبم نیکوهنگ کوثر و مهدی جلالی تهرانی که با بذل مهر و البته با خالی نبودن جای آقای حسن دایی عزیزم که به راستی جاشون سبز بود، از همه شما هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده مجموعه برنامه‌های ما بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.